هیچ تلاشی، هیچ کوششی، هیچ تفکری، هیچ پیشرفتی، هیچ ارزشی ندارد مگر به مهر و شفقت بیانجامد. الان معنی میده، معنی میده. شما توی حال دیگه زندگی میکنی. خیلی ها میدونی یه چیزایی تجربه میکنه که دیگه حاضر نیست وقتشو به این شیوهی که تا حالا گذرونده تلف کنه، با یه چیزایی دیگه آشنا شده که نمیتونه بیان کنه. بخشی از درون شما هست که بی زمان زیست میکنه. خیشتن حقیقی شما زمان نداره. شما دارین مستقیم چیو گزارش میدین؟ شما الان دارین میگین که اگه قبل از این میگفتن که شما یه خیشتن برتر یا خیشتن حقیقی دارید که بی زمان است، شما میگفت باز این بحثای فلسفیه، باز یه جمله فلسفی که هیچکی نمیفهمه چیه. ولی شما الان میدونین یعنی چی. بیشتر خواهید فهمید که بخشی در ما هست که بی زمانه و بی شکل، بی زمان زیست میکنه. میشه در ارتباط و اتصال با اون بخش زندگی کرد. اتصال و وصل و وحدت حقیقی اینه. چون بخش ذاتی شما، بخش مقدس وجود شما، از بخش مقدس تمامیت هستی جدا نیست. ذات شما جدا از ذات هستی نیست. وقتی شما بتونین بخش ماهوی یا ذاتی خودتون رو درک کنین، کشف کنین، زیست کنین، ذات هستی، ذات خداوند، ذات هر چی میخواین اسمشو بذارید رو دارید مستقیم زیست میکنید. قدم اولش از اینجایی که الان داریم شروع میکنیم. چرا ما دوست نداریم از اون حال برگردیم؟ چرا؟ چند تا دلیل داره. حالمون خوبه به دلیل اینکه وجه ذاتی وجود ما از جنس شعف مطلقه، زیبایی مطلقه. اینا چیزایی که انسان عاشقشه. همه انسان ها به دنبال شعفن، به دنبال شادی هن، به دنبال زیبایی هن، به دنبال دانایی هن. اون بخش درونی ما، اون بخش ماهوی ذاتی، اون بخش، اون آگاهی ناب خالصی که در درونه همه ما جاری هست، ویژگی هایی داره. همه چی توش هست. اصلا هیچ ماجراجویی انقدر هیجان انگیز و انقدر زیبا نیست که کشف این بخش درونی زیباست. نخست در خیش مستقر شو، سپس عمل کن. یه مشاهده ذهن معمولی که جلسه پیش هم با هم انجام دادیم، جلسه اول هم با هم انجام دادیم، چند دقیقه، 4-5 دقیقه با هم انجام بدیم، 4-5 دقیقه راحت میشینیم، ذهن رو نگاه میکنیم، ذهن رو مشاهده میکنیم، بدون دخالت، بدون تلاش برای اینکه ذهن رو آروم کنیم، بدون هیچ چیزی، بدون اصلا وضعیت ذهن هم برامون اهمیتی نداره که ذهن خلوته، ذهن شلوغه، ذهن خاموشه، ذهن براشفته است، تفاوتی نمیکنه. ما فقط برای لحظاتی میخوایم شاهد ذهنمون باشیم. آیا کسی هست که ندونه که چجوری باید شاهد ذهنش باشه؟ همه میدونن؟ همون کاری که 2 جلسه پیش کردیمه. جانم بفهم. من همیشه وسواسشو دارم که نمیدونم دارم درست انجام میدم. ببینین. یه لحظه دقت کنین. یه نکته خیلی مهم رو میخوام بهتون بگم. من درک میکنم چی میگین. میفهمم چی میگین. وقتی شما میگین من یه وسواسی دارم که مطمئن نیستم که این کارو درست انجام میدم، یعنی گفتگوهای ذهنی در حین مشاهده تجربه میکنین که میگه نه اینطوری نیست، اینجوری نبود که، اینجوری نیست، یا اصلا این درست نیست. گفتگوهای ذهنی ای رو تجربه میکنین که حاکی از این موضوعه که شما دارین این کارو به غلط انجام میدین. درسته؟ همین هست یا نیست؟ خیلی عالیه. ما گفتیم که خیشتن حقیقی بیواسطه ادراک میکند، حرف نمیزنه که. نفس تحتانی است که
حرف میزنه. حالا فعلا ها، بعدن خواهیم دید که نخیشتن حقیقی فکر میکنه، حرف میزنه، تصمیم میگیره، اراده به خرج میده، همه کار میکنه، ولی ارادی، هدفمند، آگاهانه. متوجه این؟ بنابراین راه چارش چیه؟ شما باید چی کار کنین؟ اگه دوباره در حین مشاهده ذهن این گفتگوی ذهنی اومد که تو داری این کار رو اشتباه انجام میدی، اصلا اینجوری نیست، یا اصلا تو از کجا مطمئنی که داری این کار رو درست انجام میدی، این کدوم بخشه که داری کیو نگاه میکنه، کی داره کیو نگاه میکنه الان؟ شاهدش باشین. به محض اینکه شما فقط شاهد میشین، بهش آگاه هستین، بدون اینکه هیچ واکنشی نشون بدین، یعنی کی داره فعالتر میشه؟ خیشتن حقیقی. چون خیشتن حقیقی واکنش نداره، هیجان عاطفی نداره، آگاهی خالصه. متوجه هستین؟ لطفاً برای چند دقیقه، برای 3-4 دقیقه راحت بشینین، راحت بشینین، بدن سفت نباشه و دست و پا رو راحت بذارین. ببینید ما هر بار که مشاهده ذهن رو دوباره تمرین میکنیم باید بتونیم راحت تر این کار رو انجام بدیم، ساده تر باید بتونیم این کار رو انجام بدیم، راحت تر باید بتونیم انجام بدیم. بدن رو راحت بذارید و چشم ها رو ببندین و شاهد ذهن باشید. خیلی ممنونم، مرسی. خیلی ممنون، مرسی. سوال دارین؟ جانم بفرم. بله. با خودی کنار نمیدن ارتباط بیشتر برقرار میشه. ببینین ارتباطمون با پینئال بیشتر برقرار نمیشه، برعکس. وقتی شما در این حالت کاملا مستقر هستین، پینئال فعالیتش افزایش پیدا میکنه، وضعیت عملکرد پینئال تغییر میکنه، نه اینکه ارتباط شما با پینئال بیشتر میشه. پینئال یک عضوه، قده پینئال یه عضوه، یه عضوه که اینجاست، اینجا، البته اینجا که از این ورم باید یه خط بکشیم، یعنی تا بالای گوش دیگه، این اونجاست، یه عضوه. در واقع شما هر چقدر توی این وضعیت بیشتر قرار میگیرین، عمیق‌تر میشین و بیشتر تثبیت میشین، نحوه عملکرد پینئال به تناسب وضعیت آگاهی شما تغییر میکنه. بهتر اینو اینطوری بگیم، این درست تره. احساس کردین در این نقطه تغییراتی دارین؟ بله طبیعیه، طبیعیه، این طبیعیه. خواهش میکنم بفرمایید سوالتونو. بله هیچ اشکالی نداره، جلسه اوله، ایرادی نداره اگه شما نتونستین این رو به طور واضح احساس کنین، ایرادی نداره. آیا دوستانی هستن اینجا که تونستن متوجه این موضوع بشن که یک بخشی در درونشون هست که اونجا سکون و سکوت هست؟ میشه لطفاً دست بلند کنین اگه متوجه شدین؟ بله، خب تقریباً همه، نه ولی تقریباً همه، جز چند نفر از دوستان. اشکالی هم نداره، ایرادی نداره. همین امروز که ما دو بار دیگه حداقل این کار رو میکنیم، یکم عمیق‌تر هم میریم. امروز حداقل دو بار دیگه باید این کار رو بکنیم و ایرادی نداره. نگران نباش، اصلا نگران این موضوع نباشین. عده‌ای از دوستان اینجا هستن که احساس نکردن، ایرادی نداره، صبوری کنین. همین امروز تو اون دو تا مراقبه دیگه حس میکنین، اگه حس نکردین بازم ایرادی نداره، میرین خونه میشینین این کار رو دوباره انجام میدین. باید اینو کشفش کنین. میدونید واقعا وقتی میگم لطیفه، فوق العاده لطیفه.
اگه شما منتظر یه فضای خیلی خاصی هستین که یهو مثلا یه تصویری داشته باشه، یه فضای جلوی چشتون باز بشه یا یه حالت خاصی ایجاد، اینطوری نیست. این سکون و سکوت درون در تمامی لحظات همواره در ما جاری هست، اکنون هم هست، همین الان. لزومی نداره که ما حتما، الزام نداره که حتما تو حالت مراقبه بشینیم، بریم یه گوشه چشامونو حتما ببندیم، لزومی نداره ما این کار رو بکنیم. بخشی از بعد در واقع مباحث جلسه آیندهمون به همین موضوع مربوطه. اصلا لزومی نداره، شما در همه لحظات همیشه میتونین اینو احساس کنین. چرا احساس نمیشه؟ اگه این همیشه با ماست چرا حس نمیشه؟ برای اینکه گفتگوی ذهنیمون زیاده، برای اینکه ذهنمون زمخته، برای اینکه ذهن خیلی شلوغه. میدونین مثل چیه؟ شما رفتین توی دیسکو صدا خیلی بلنده، بغل دستیتون باهاتون حرف، باهات فریاد بکشه، صداشو نمیشنوین که. حالا فکر کنید که صدای یه پرنده تو اون موقعیت شنیده میشه؟ نه، اون صداها هست ولی شنیده نمیشه. اینجا این تو شلوغه، صدا زیاده، فعالیت زیاده، گفتگو زیاده. عرض میکنم حس کردن سکون و سکوت درون ساده است ولی این فوق‌العاده لطیفه. میدونید ما باید کاملا آرام گرفته باشیم که بتونیم اون سکون و سکوت درون رو احساس کنیم، آگاهانه بتونیم حسش کنیم. ولی واقعیتش اینه که همواره جاری است، همیشه جاری است، لاینقطع، بخشی از شماست، بخش ژرف‌تری از درون خود شماست و اونجا همیشه سکون و سکوت هست، همیشه. بفرمایید. آقای مولانا یه وقتایی بله میشه، ولی خیلی وقتا زمانی که تو این حالت قرار میگیرم، بله، چیزی که میشنوم یا محاوره‌هایی که میشنوم صدای کسایی که اصلا من تا حالا ندیدمشون، بله، مثلا جملاتی که میشنوم هیچ ربطی به زندگی نداره، اصلا مال یه زندگی دیگه است. آها. و مثلا وقتی که میخوام به خواب برم حتی، بله، قبلش یه های گفتگوهایی میشنوم که اصلا نمیفهمم چیه و از کجا میاد. آها. یعنی این همیشه برای من سواله که اینا چی هست؟ درست. که من قبل خواب میشنومشون یا این زمانی که تازه وارد مثلا حالا تنارامی میشم، بله، دارا هی میشنومم، تکرار میشم. یعنی حتی وقتی که به حالت آلفا میرسم اصلا انگار میرم توی بخش دیگه ای که وقتی که داخلشم میدونم چیه، ولی وقتی بیرون میام دیگه هیچی نمیشناسم. یعنی اصلا انگار اون فضا رو فراموش میکنم که چی بود، ولی همین الان انگار که توی یه دنیای دیگه بودم. اون صدای، اون حرفا، اینا یه حالتی بود که انگار داشتم باهاشون زندگی میکردم. آها. ولی وقتی که بیرون اومدم ازش هیچی یادم نیست. درسته. یعنی میگم اینا چی بود که من شنیدم؟ این صدای چیه؟ صدای کیه؟ این کلمات رو حتی دیگه نمیشناسم. یا یه وقتهایی هم یه سری اشکال هندسی میبینم که توی اون حالت میدونم اون اشکال مثلا حرفه. آها. یعنی توی اون حالت تنورامی، توی اون حالت آلفا متوجه میشم که اون اشکال چی هم. مثلا مثلث میبینم، مثلا دایره میبینم، بعد اینا مثل واژه کنار هم چیده میشن. بله. بعد توی اون حالت متوجه میشم، ولی وقتی میام بیرون میگم اینا چی بود که من دیدم و هیچی ازش یادم نیست. بله. خواستم ببینم اگه امکانش هست یه کوچولو توضیح بدیم که مثلا. چشم، توضیح میدم. توضیح این موضوع یه وجه مثبت داره که شما به پاسختون میرسین، یه وجه منفی داره. تجربیات بعدی رو بر اساس این چیزایی که من میگم میخواید بسنجید، نباید این کارو بکنید. ببینین، ما میخوایم با یک قلمرو به درونی آشنا بشیم که دریافت آگاهی در اون سطح تجربه میشه، در اون سطح تجربه میشه. وقتی از دریافت اطلاعات یا دریافت آگاهی صحبت میکنیم،
از اونجایی که دقت کنین، لطفاً دقت کنین، من مایل نیستم خیلی اینو توضیح بدم، میترسم جنبه منفیش بیشتر قابل. با ذهن باز گوش کنین، با ذهن باز گوش کنید. اگه دوباره این تجربیات براتون پیش اومد، تو این چارچوبه قفل نشین که این الان چی بوده، باز نگاهش کنین. ببینید در واقع ما الان داریم آشنا میشیم، ما میخواییم آشنا، عرض کردم باید کشفش کنید. من باید اینو در درون خودم برای خودم کشفش کنم، شما باید اینو برای خودتون در درون خودتون کشفش کنید. هر کی باید خودش اون بخش در واقع خالیهای درون خودش رو کشف کنه، پیدا کنه، جایگاه امن درونش رو باید بتونه پیدا کنه. اگه شما موفق بشین جایگاه امن درونتون رو پیدا کنین، هرگاه در بحران قرار میگیرین، در وضعیت‌های پرتنش قرار میگیرین، بلدین یه جایی رو بلدین که اونجا در دسترس هیچ کس نیست و شما میتونین سر بخورین، برین در جایگاه امن درونتون مستقر بشین و جانتون آروم بگیره و حالتون خوب بشه. در واقع شما از دسترس دیگران خارج میشین. این خیلی اتفاق بزرگیه ها، این خیلی اتفاق بزرگیه. حالا این اولین بار بود که با هم دیگه چند دقیقه‌ای تلاش کردیم، که تلاش که نیست، که تلاش واژه درستی نیست. هرچی شما بیشتر رها کنین، ببینید این تابش آگاهیه نه تلاش. این بحثا میاد تو هم، این تابش آگاهیه نه تلاش. چون این تیکه مهمه، بذارین اینو بگم اول. یادتونه ترم پیش جلسه اول راجب مشاهده با هم صحبت کردیم، من خواهش کردم که همه لطفاً بلندشن بیستن و وزنشون رو حس کنن. میشه خواهش کنم الان همینطور که نشستین وزنتون رو احساس کنین، ولی به طور دقیق وزنتون رو حس کنید الان، همین الان. من هم که الان اینجا ایستادم به وزن خودم آگاه هستم. آیا همه میتونن این کارو کنن؟ بله. ساده است دیگه. لطفاً دقت کنین، خواهش میکنم من میخوام در حوزه ذهن به یه نتیجه برسم که اینا رو دارم تکرار میکنم. ببینین، این که شما الان میتونین وزنتون رو حس کنین، منم میتونم، منم الان آگاه به وزنم هستم. شما آگاه به وزنتون بمونین، الان بمونین آگاه. من دارم ادامه میدم، شما حواستون به وزنتون باشه، شاهد وزن باشید. این کار نبوغ میخواد؟ نه. پیچیده است؟ نه. باید حرکاتی انجام بدین؟ نه. باید ذکری بگین، یه تمرین؟ نه. پس این کار چجوری انجام میشه؟ با تابش آگاهی. آگاهی من وقتی معطوف به موضوع وزن می شود، به وزن آگاه می شود. آگاهی من وقتی معطوف به موضوع وزن می شود، وزن رو حس می کنیم، به وزن آگاه می شیم. هنوز آگاه هستیم به وزنتون؟ اگه هستین، منم الان به وزنم آگاهم. یعنی هنوز بخشی از آگاهی شما معطوف به وزنتونه. چون الان شما آگاه به وزنتون هستین دیگه. بدون این که تکون بخورین، شما الان اینجوری نشستین، انگشتتون اینجاست، درسته؟ شما حتی دستتون رو تکون ندادین. اصلا شما کاری نکردین که. پس چجوری متوجه وزن شدیم؟ توجه هم رو معطوف به وزن کردم، آگاهی معطوف به وزن شد، آگاهی تابش یافت به یک موضوع و اون موضوع مورد ادراک قرار گرفت، بهش آگاه شدم، حسش کردم، شاهدش شدم. متوجه هستین؟ مشاهده خالیای درون و درک کردن خالیای درون همینجوری انجام میشه. اینا حاصل بیش از 20 سال تجربه است، به این زبان ساده داره گفته میشه. برای من 20 سال طول کشید که بفهمم. من بیش از 20 سال روزی 5 ساعت 6 ساعت مراقبه میکردم، بعد هی زور میزدم که یه چیزی رو بفهمم که نمیدونستم چی رو باید بفهمم. بعد فهمیدم اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست قضیه. نمیخوام شما 20 سال برین بیل بزنین، کلنگ بزنین، آخرش هم دور خودتون بچرخین. این کار ساده است. من هنوز به وزن خودم آگاهم، میتونم الان به انرژی من آگاه باشم. شما هم بلدین، این کار رو کردیم امروز.
به محض اینکه به انرژی آگاه میشین، جریان انرژی تغییر میکنه، ستون فقرات داغ میشه، میاد میزنه بالا، انرژی جاری میشه. مگه باید کاری بکنیم که این اتفاق بیفته؟ نه. پس چجوری انجام میشه این؟ با تابش آگاهی انجام میشه. تابش آگاهی یک امر درونی است که مستقیما توسط آگاهی شما، آگاهی درونی شما انجام میشود. شما نه کلمه ای میگین، نه از ذکر استفاده میکنی، نه از حلقه ای استفاده میکنی، نه از سمبولی استفاده میکنی، نه از مانترایی، نه سوترا، نه یانترا، نه تانترا، نه هیچی. متوجه شدین؟ اینو الان به شما پاسخ میدم، به کل کلاس دارم میگم. بنابراین مشاهده ذهن یا آگاه شدن به خالیای درون کار ساده‌ایه. چجوری باید انجامش بدیم؟ با عطف توجه به خالیای درون و بعد صبر کنین. دو دقیقه صبر کنید، 30 ثانیه صبر کنید. اولین بار که به یه نفر گفته میشه که میشه لطفاً وزن تو حس کنی؟ میتونی وزن تو حس کنی؟ طرف یه لحظه مکس میکنه، بعد میگه آره میتونم، آره معلومه که میتونم. تو یه لحظه که طرف مکس میکنه، اولین بار شما به یه نفر میگین میشه به وزنت آگاه باشی؟ میشه الان وزنتو حس کنی؟ میتونی؟ یه لحظه مکس، تو این یه لحظه مکس کردن چی کار میکنه؟ آگاه میشه به وزنش. تابش آگاهی یعنی این، عطف توجه یعنی این، یعنی مستقیم حس کردن، شاهد بودن یعنی این دیگه. متوجه شدی؟ من فقط اون قسمتش رو متوجه نشدم که من دارم میشم به وزنش. آها. ولی انگار که در انگار وقتی ازش بیرون میام برام باز نشد. ایرادی نداره، ایراد اشکالی نداره. ببینید، ببینید، وقتی که شما یه سفر درونی میکنین، همین چیزی که الان شما تجربه کردین که انگار من رفتم توی فضای دیگه، انگار اصلا توی یه جای دیگه هم اصلا. آیا این سوالو از همه دارم میپرسم، آیا در اون لحظات که عمیق شدین یا دارین مشاهده ذهن میکنین متوجه گذر زمان هستین؟ اصلا نیستین. زمانی در کار نیست. بخشی از درون شما هست که بی زمان زیست میکنه. خیشتن حقیقی شما زمان نداره. شما دارین مستقیم چی رو گزارش میدین؟ شما الان دارین میگین که اگه قبل از این میگفتن که شما یه خیشتن برتر یا خیشتن حقیقی دارید که بی زمان است، شما میگفت از این بحث های فلسفیه، باز یه جمله فلسفی که هیچکی نمیفهمه چیه. ولی شما الان میدونین یعنی چی. بیشتر خواهید فهمید که بخشی در ما هست که بی زمانه و بی شکل، بی زمان زیست میکنه. میشه همواره در ارتباط و اتصال با اون بخش زندگی کرد. اتصال و وصل و وحدت حقیقی اینه. چون وجه ذاتی، بخش ذاتی شما، بخش مقدس وجود شما از بخش مقدس تمامیت هستی جدا نیست. ذات شما جدا از ذات هستی نیست. وقتی شما بتونین بخش ماهوی یا ذاتی خودتون رو درک کنین، کشف کنین، زیست کنین، ذات هستی، ذات خداوند، ذات هر چی میخواین اسمشو بذارید رو دارید مستقیم زیست میکنید. قدم اولش از این جایی که الان داریم شروع میکنیم. بنابراین این که شما میگین من انگار رفتم توی جهان دیگه، خب واقعا میرین توی جهان دیگه دیگه. اونجا دیگه ناسوت نیست، اونجا ملکوته. کسانی که به اشراق رسیدن ملکوت و ناسوت رو همزمان تجربه میکنن. همین تجربه که شما الان مرتبه ای ازش رو داشتید، مرتبه ای از اشراق است. همین اشراق یه چیز عجیب نیست که مال یه عده خاصه، نه، همه میتونن بهش دسترسی پیدا کنن. به چه شرط؟ به این شرط که ما بتونیم اون بخش بیشکل بیزمان مقدس درونمون رو کشفش کنیم، حسش کنیم، هر وقت خواستیم به اراده بریم اونجا مستقر شیم، در ارتباط و اتصال باهاش قرار بگیریم. چون بیدرنگ در اختیار قرار میده خودشو. آیا تو همین لحظاتی که برای اولین بار تجربه کردیم حس آرامش کسی داشت؟ خیلی آرامش هست. یکم دیگه اینو ادامه بدیم، علاوه بر آرامش یه اتفاق دیگه میفته. یکم دیگه اینو ادامه بدیم، علاوه بر تجربه آرامش یه چیز دیگه تجربه میشه.
شعفه، یه حال خوبیه خیلی ملایمی، یه حال خوبه خیلی لطیفی با ما همراهه، با ما همراهه در طول روز، در طول زندگی. مثلا صبح بلند شدیم مراقبه کردیم، شمایی که بلدین برین به اون نقطه، در به اون نقطه رفتین، اون نقطه رو حس کردین و بعد از اون که خارج میشین کیفیات اون حوزه رو میارین با خودتون تو زندگی روزمرتون و در طول روز همراهتون میمونه. تا وقتی که ما با موضوعی بر بخوریم که هیجانات عاطفی ما رو برانگیخته کنه که این از دست بره. ولی اگه شما مراقبه‌گر قدیمی باشین، انقدر این کار رو کرده باشین که در اون حوزه بیشتر تثبیت شده باشین، رویدادهای جهان پیرامون منجر به واکنش عاطفی نمیشه که اون حس درونی اتصال از دست بره. این دیگه فقط هوشیاری نیست، گذرا نیست، تثبیت شده است، بهش میگن بیداری درونی. واضحه چیزی که میگم؟ بذارید ما بیشتر تجربه کنیم، عملی کار کنیم. پس اگه یادتون رفت اشکالی نداره، صبر کنید. یه عده هستن تذکره نوشتن، از عرفا، از اولیا، مثلا تذکرت الاولیا یه نمونش، از این تذکره ها زیاده، زیبا هم هستن، تجربیات باطنی و درونیشون رو نوشتن. یعنی چی نوشتن؟ یعنی طرف رفته به اون بخش بیشکل درونش، سیر آفاق و انفسش رو کرده، دریافت آگاهی و کشف و شهود داشته و وقتی به حالت عادی برگشته هنوز یادش بوده و تونسته بنویسه. متوجه این؟ در صورتی که شما تو تجربیات اول میگین من میرم به یه جهان دیگه ولی وقتی به خودم میام اصلا هیچی یادم نیست، ایرادی نداره، صبر کنین. عقل تربیت میشه، عقل تربیت میشه که چگونه در هر دو حوزه بیدار و فعال بمونه و وقتی شما به حالت عادی برمیگردین با جزئیات به یاد داشته باشه که چی تجربه کرده. حتی میتونه بنویسه، میتونه بنویسه، چون بعضیا خیلی چیزا براشون میاد یادشون نمیمونه ولی بعد کم کم یادشون میمونه، میگه کلی شعر اومد برام خیلی زیبا بود، دو بیتش یادم مونده، ولی بعد از یه مدت دیگه دو بیت نیست، یادش میمونه، میاد مینویسه، یادش میمونه. متوجه شدی؟ اینکه دوست نداری برگردی، دوست نداریم برگردین دلیل داره. به عنوان آخرین سوال اینو پاسخ بدم، چون میخوایم تمرین کنیم، ما حداقل دو بار دیگه اون مراقبه رو باید انجام بدیم. یه نکته ای هست، چرا ما دوست نداریم از اون حال برگردیم؟ چرا؟ چند تا دلیل داره. حالمون خوبه به دلیل اینکه وجه ذاتی وجود ما از جنس شعف مطلقه، زیبایی مطلقه، اینا چیزایی که انسان عاشقشه. همه انسان‌ها به دنبال شعفن، به دنبال شادین، به دنبال زیبایین، به دنبال دانایین. اون بخش درونی ما، اون بخش ماهوی ذاتی، اون بخش، اون آگاهی ناب خالصی که در درون همه ما جاری هست، ویژگی هایی داره، همه چی توش هست. اصلا هیچ ماجراجویی انقدر هیجان انگیز و انقدر زیبا نیست که کشف این بخش درونی زیباست. تازه داشت به یه جایی میرسید پرید رفت. نکته ای که هست اینه که وقتی که هر چقدر شما عمیق‌تر و ژرف‌تر و سطوح ژرف‌تر و سطوح لطیف‌تر درونتون رو درک می‌کنین، شعف بیشتر، لذت بیشتر، آرامش بیشتر تجربه میشه. آرامش بیشتری تجربه میشه. و یادتون باشه که شما به هر عمقی که برسین، هر چقدر عمیق بشین، همیشه سطوح ژرف‌تر و لطیف‌تری برای ادراک و اکتشاف وجود دارد. تموم نمیشه، این پایان نداره، این پایان نداره، این بی پایانه. شما به هر عمقی که برسین همیشه سطوح عمیق‌تر و ژرف‌تر و لطیف‌تری برای تجربه و اکتشاف همواره وجود دارد. این مسیر بی پایانه.
همین میشه که یه عده‌ای از یه سطحی که میگذرن زندگی و زن و بچه و همسر و فرزند و مسئولیت اجتماع ول همیت ول میکنه میذاره میره رها میکنه، همه چی رو رها میکنه. حالا نه اینکه این خیلی خوبه که همه چی رو آدم رها کنه ها، تعادل لازمه، ولی که تعادل باید باشه. ولی خب خیلی ها میدونی یه چیزایی تجربه میکنه که دیگه حاضر نیست وقتشو به این شیوهی که تا حالا گذرونده تلف کنه، با یه چیزایی دیگه آشنا شده که نمیتونه بیان کنه. و پاسخ شما اینجاست، اون بخشی که راجبش صحبت میکنیم که هممون تجربه کردیم و میکنیم باز، خودش وضعیت روانی خاصی رو به همراه نداره، یا وضعیت ذهنی خاصی رو. ولی هر بار که ما به اون عمق میریم و بر میگردیم، واکنش جسم ما و واکنش ذهن ما و واکنش روان ما و انرژی های ما تغییر میکنه. شما هر بار بتونین به اون بخش از درونتون نفوذ کنین، اونجایی که یاد گرفتین، بلدین، کشفش کردین، هرگاه سر بخورین برین به جایگاه امن درونتون، سر بخورین لای زمان، برین به اون بخش که بی زمان است، میتونین بی زمان زیست کنین در حینی که چشتون بازه دارین زندگی میکنین. اینا بحث فلسفی نیستن، اینا عملیه، قابل تجربه است و پیچیده نیست و ساده است و مخصوص عرفا یا عده خاص نیست. من، شما، ما همه میتونن تجربه کنن، در دسترسه، ساده است. هر بار که شما اون تجربه رو میکنین، در واقع تأثیری که بر روی جسم میذاره اینه که جسم رو آروم میکنه، ریلکس میکنه، ریکاوری میکنه، درمان اتفاق میفته. اگه ما مشکلی داریم، بیماری داریم، مسئله‌ای داریم، گیر و گرفتی داریم، درمان در سطح جسم، در سطح عواطف، در سطح روان، حس شعف، حس خوب ایجاد میکنه، در سطح ذهن سکون و سکوت و آرامش ایجاد میکنه. خب همه انسان ها دنبال همینان دیگه. اگه مشکلی در سطح جسمانی یا حوزه انرژیش داره، گیر و گرفتا باز بشه، درمان بشه، ذهنش آروم باشه و ساکن باشه و قابل مشاهده باشه، تحت کنترل خودش باشه، عواطف و احساساتش به گونه‌ای تغییر کنه که پر از حس شعف باشه، پر از شور و شعف زندگی کنه. اصلا همه انسان‌ها دنبال اینه، شادی، لذت، آرام جان، حال خوب. و اینا بیرون از ما نیستن، به شرطی که بتونیم جایگاه امن درون رو کشفش کنیم، بشناسیم، به اراده بتونیم به اونجا رفت آمد کنیم تا وقتی که تثبیت بشیم در اون وضعیت. میدونید؟ و اون جمله بودا حالا بهتر معنی میده که قبل جلسه پیش بهتون گفتم، که میگن تو چی هستی؟ میگه I'm awakened، من بیدار هستم. میگن بیداری چیست؟ میگه پایان رنج است. جمله دیگری از بودا نقل کردم که خیلی زیباست، میگه نخست در خیش مستقر شو. همونجا مستقر شو، نیاد بگیرینو، نخست در خیش مستقر شو، سپس عمل کن. تو اول اونجا مستقر شو، بعد برو زندگی کن، هر کار دوست داری برو بکن. جمله زیبای دیگری که باز در همین رابطه است از بودا، هیچ تلاشی، هیچ کوششی، هیچ تفکری، هیچ پیشرفتی، هیچ ارزشی ندارد مگر به مهر و شفقت بیانجامد. الان معنی میده، معنی میده. شما توی حال دیگه زندگی میکنین، توی جهان دیگه زندگی میکنین. همین که شما الان گفتین من رفتم یه جای دیگه، که اون جایی که شما رفتین نه ساعت، نه مکان، نه این اتاق، نه بدنتون، نه ذهنتون، نه هیچ کدوم اینا نیست. مجموعه اینها میشه هویت شما. اصلا هویت فردی دیگه در کار نیست، از هویت فردی خودمون جدا شدیم، اصلا توی باغ دیگه، یه جای دیگه هستیم. بیایید یه بار دیگه این تمرین رو با هم انجام بدیم. قبل از این که انجام بدیم،
این حرفا نباید باعث بشه که ذهنمون شیطونی کنه، ذهنمون تله بذاره برامون. این حرفا نباید، این حرفا که الان زدیم، این گفتگوها نباید باعث بشه که ما حریص بشیم که حتما من میخوام اینو تجربه کنم. ولش کنین، خودش میاد. هر تلاش ذهنی برای اینکه من زور بزنم که عمیق‌تر شم یا اینو بیشتر تجربه کنم، مانع این میشه که من اینو تجربه کنم. پارادوکس ها، از یه طرف من میخوام تلاش کنم یه چیزی رو کشف کنم، تجربه کنم، ولی براش هیچ تلاشی نباید بکنم. بالاخره من باید تلاش کنم یا نباید تلاش کنم؟ چیکار باید بکنم؟ شاکلیدش چی بود؟ عطف توجه. این کار لطیفه، فقط توجهتون معطوف به اون خالی، اون بخشی باشه که خالیه، ساکنه، ساکته. هم لطفاً بدنتون رو راحت بذارین. پس این کار لطیفه، زور نزنین، حتی اگه نشدم مهم نیست. بدن رو راحت بذارید لطفاً. لطفاً چشم ها رو ببندین. چشم ها رو ببندین. چرا من وسطش میگم که بدن رو رها کنین؟ برای اینکه به محض اینکه ذهن آشفته میشه یا فشار ایجاد میکنه، بدن تنس میشه. اول کجا تنس میشه؟ اون سه نقطه، چشم، فک سفت میشه، گردن. بدن رو راحت بذارید. برای اینکه مطمئن شیم بدن کاملا رها شده، اون سه نقطه که دیرتر رها میشن، یعنی عضلات پشت گردن و فک پایین و چشم ها رو رها کنید، کاملا رها کنید، رها کنید، کاملا رها کنید. و به راحتی و به سادگی شاهد ذهنتون بشین. به راحتی، به سادگی، انگار وایسادیم یه گوشه، داریم نگاه میکنیم، داریم گوش میکنیم، هیچ دخالتی هم نداریم. لطفاً ادامه بدید. یادآوری میکنم که بدن رو رها کنید. اگه بدنتون سفته، بدن رو راحت بذارید. کتف‌ها، گردن، عضلات پشت گردن، فک پایین سفت نباشه. چشم‌ها و پلک‌ها رو رها کنید. بدن راحته، این کار لطیفه. رها کنید و شاهد ذهن باشید. یادآوری میکنم که در حین مشاهده ذهن، وضعیت ذهن هیچ اهمیتی نداره. اینو باید بدونین و باید یاد بگیرین. وضعیت ذهن واقعا اهمیتی نداره. اگه خلوت، خلوت باشه. اگه شلوغ، شلوغ باشه. ما هیچ تلاشی نمی کنیم وضعیت ذهن رو تغییر بدیم. آنچه که اهمیت داره خود مشاهده است. شاهد بودن، آگاه بودن، آن چیزی است که اهمیت داره. ما هستیم و آگاه هستیم. همین.
لطفاً ادامه بدید و همینطور که شاهد ذهن هستید، سکون و سکوتی که عمیق تر از ذهن در درون شما جاری است رو احساس کنید. فوق‌العاده لطیفه. یادآوری میکنم که برای تجربه کردن سکوت و سکون درون نیازی به تلاش ذهنی نیست. این کار ساده است، این کار لطیفه. به سادگی باید احساسش کنیم. هر چقدر لطیفتر و هر چقدر رهاتر باشین، راحت‌تر میتونین احساس کنین. یادآوری میکنم بدن سفت نباشه. بدن راحته، بدن رو رها کنید. و حالا ذهن رو هم رها کنید. ذهن رو ولش کنید. میخواییم تمام توجه ما به جای ذهن معطوف سکون و سکوت درون باشه. ذهنم حتی اگه شلوغ باشه اشکالی نداره، چه ذهن خلوت باشه چه شلوغ باشه. ذهن رو ولش کنید، ذهن رو رها کنید. همونطور که بدن رو حس کردیم، مشاهده کردیم و رها کردیم، ذهن رو مشاهده کردیم و رها کنید. ذهن رو چه شلوغ باشه چه خلوت باشه ولش کنید. و تمام توجه ما معطوف به سکوت و سکونی است که ژرف‌تر از ذهن در درون ما جاری است. سکون و سکوت درون رو حس کنید. اون بخشی که این سکون و سکوت درش جاری است خالی از همه چیز است. اونجا هیچ چی نیست. اونجایی که شما الان هستین هیچ چیز نیست. در خالیای درون مستقر بمونید، همونجا بمونید و به سکون و سکوتی که در خالیای درون
همواره جاری است. توجه کنید، حسش کنید، احساسش کنید و آرام بگیرید. میخوایم یه قدم دیگه بریم جلو، همونجا بمونیم، در خالیای درون بمونیم، که البته کاری است خیلی لطیف و راحت، مثل یک استراحت عمیق و آگاهانه است. بذارید جانتون آرام بگیره و رها کنید، همه چیز رو رها کنید، بدن رو رها کنید، ذهن رو رها کنید، افکار رو رها کنید، احساسات رو رها کنید، همه چیز رو رها کنید و رها از همه چیز در خود آرام بگیرید. بذارید جانتون آرام بگیره، در خود آروم بگیرید، رها کنید. ما هیچ عجله ای نداریم که زودتر از این حالت بیایم بیرون. ما هیچ عجله ای نداریم که از خالیای درون بیرون بیایم. بذارید کمی با بخش بیشکل درون خودمون آشنا بشیم، ببینیم میتونیم چند دقیقه با خودمون آروم بگیریم. یادآوری میکنم که ما هیچ عجله ای نداریم که زودتر از این حالت بیرون بیاییم. میخواییم برای لحظاتی در خود آرام بگیریم، ببینیم آیا میتونیم چند دقیقه خودمون در درون خودمون به آرامش برسیم، جانمون آرام بگیره. میخواییم با بخش بیشکل درونمون کمی آشنا بشیم، با خیشتن حقیقیمون.
در خالیای درون هیچ چیز نیست. در خالیای درون به هر سو که بنگرید هیچ چیز نیست، ولی شما هستید و به این خالیا آگاه هستید. در واقع خالیای درون، در واقع خالیای درون فضای آگاهی شماست. در خالیای درون هیچ چیز نیست، ولی شما هستید و به خود آگاه هستید. به این شکل آهسته آهسته بیدار می شوید. برای لحظاتی همونجا بمونین، من سکوت می کنم. لازم نیست هیچ کاری انجام بدین، همه چی رو رها کنید، فقط هستیم و به خود و به خالیای درون آگاه هستیم. همین، آروم بگیرید. و توجه خودتون رو معطوف کنید به بدن فیزیکی، به جسمتون. محیط رو حس کنید، بدن رو حس کنید، وزنتون رو حس کنید، جرمتون رو حس کنید، انگشتان دست و پا رو حرکت بدین و به نرمی و به آهستگی از این حالت بیرون میایین و چشم ها رو از پایین باز میکنی. الان چشم. خیلی ممنونم. مرسی. سوال دارین؟ بفرمایید. من نمی‌دونم چی شد. یه دفعه آخرش یه استرس گرفتم و اصلا چشمام باز کردم و نفهمیدم واقعا یه دفعه چی شد. همیشه به هم می‌خورد. بذارید من یه توضیحی بهتون بدم. ببینین، واقعیتش اینه که یه تمرین هایی لازم هست، یه تمرین های ذهنی ساده ای لازم هست که باید به طور مداوم انجام بشه، بعد کم کم بیایم برسیم به مشاهده ذهن، بعد کم کم بیایم به یک لول پایین تر از ذهن، بعد کم کم ذهن رو بتونیم آگاهانه رها کنیم و خالیا رو حس کنیم، بعد کم کم بتونیم خالیا رو احساس کنیم و خود رو در خالیا حفظ کنیم، در این حال که به خود آگاه هستیم، به خالیا آگاه هستیم. اینجا چون ما توی شرایطی الان هستیم که عرض کردم یکم زود داریم میریم جلو، اصلا به بحث تئوریمون به این مباحث نپرداختیم، پس طبیعیه که چنین حالتی برای شما پیش بیاد که شما یه لحظه دچار استرس بشین، نتونین تو این فضا بمونین، از این فضا بیایید بیرون، یا ایرادی نداره. ببینید، یکم ما یکم تا
تند داریم میریم، این نباید با این سرعت بره جلو. بعدش هم به هر حال من میتونم احساس کنم که وقتی شما میان میشینین اینجا در طول هفته تمرین نکردین یا تمرین کردین، من میتونم اینو احساس کنم. و اینکه میدونین این کار میخواد. دور قبل همین نیم ساعت پیش بله خیلی همون خالیه در میتونم رو من حس کردم، اصلا سیم توی تونلی دارم میرم پایین و نورا و اصلا خیلی جالب بود، ولی الان یه دفعه نمیدونم اصلا یه استرس عجیبی گرفتم و سرمان دارم رفت. پس بذارین یه توضیح دیگه بهتون بدم که توضیح بسیار مهمیست. ببینین شما الان گفتین که دفعه پیش که من این تجربه رو داشتم تجربه خیلی جالبی بود، رفتم توی فضایی نورهایی بودن، حس خوب داشتین، تجربه خوب داشتین، ولی این دفعه اون تجربه رو نداشتین و تازه آخرش با استرس و با یه حالی که مثل اون حال قبلی نبود از تمرین اومدین بیرون، درسته؟ یکی از تله، این خیلی موضوع مهمیه، این خیلی موضوع مهمیه، یکی از تله های ذهنی برای کسی که داره تمرین ذهنی میکنه یا یه جور مراقبه انجام میده اینه که در پی تجربه‌ای باشه که قبلا اتفاق افتاده، یه بار نشسته مراقبه کرده، یه تجربه خیلی جالب داشته، یه حس خیلی زیبایی داشته، شعف داشته، حالا از اون به بعد هر بار میاد بشینه مراقبه کنه همش ذهنش دنباله اینه که دوباره اون اتفاق بیفته، دوباره اون شعف رو تجربه کنم، دوباره همونقدر عمیق بشم، دوباره تجربه زیبا داشته باشم. یک مراقبه‌گر، این جمله طلایی اینه، یک مراقبه‌گر حقیقی هرگز منتظر چیزی نیست. دقت کنین لطفا، خواهش میکنم، این جمله مهمه، این جمله 20 سال میندازه آدمو جلو، 20 سال، شاید یه عمر، بعضی 40 سال مراقبه میکنن، باورتون نمیشه، هنوز میشینه مراقبه میکنه، میگه این دفعه میخوام خیلی عمیق شم. اون مراقبه رو روش خط بکشین دیگه، اون به درد نمیخوره دیگه. 40 سال داره مراقبه میکنه، هنوز وقتی میشینه مراقبه کنه میگه بذار این دفعه مثلا یه جوری بشینم، یه کاری کنم، چراغو خاموش کنم، عود روشن کنم، بذار یه ذکری، بذار یه کارایی کنم، بذار این دفعه میخوام خیلی عمیق شم. با یه انتظار ذهنی مشخص وقتی میشینید مراقبه میکنید، اون مراقبه نیست دیگه. برای همینه 40 سال مراقبه میکنه، هنوز نمیدونه داره چیکار میکنه، دور خودش میچرخه و به چیزی هم نرسیده. بنابراین یک مراقب، دارم تکرار میکنم، یک مراقبه‌گر حقیقی هرگز منتظر چیزی نیست، فقط هست. این یعنی تسلیم درونی. ما اصراری نداریم که مثلا یه شرایط خاص پیش بیاد، اصراری نداریم که اگه قبلا تجربه زیبایی داشتیم، جوشش شعف داشتیم، نورها رو دیدم، نداهایی شنیدم، آواهایی شنیدم، الان حتما به اون برسه. نکته مهمتر، باید بدونیم که ذهن و روان ما دائم در نوسانه، دائم در نوسانه. و ترم یک ما راجع به این موضوع صحبت کردیم که هیچ چیز ثابت نیست، همه چیز در تغییر است، تنها چیزی که ثابت است تغییر است. بدن شما دائم در حال تغییره، ذهنتون دائم تغییر میکنه، انرژی هاتون بنابراین هیچ دو مراقبه ای تجربه یکسان به شما نخواهند داد، بدون شک، بدون شک. بنابراین همونطور که وقتی شما ذهن دارین مشاهده میکنین، ذهنتونو کاری ندارین به اینکه ذهنتون شلوغه یا خلوته، خلوت خالیه، خب باش، شلوغه، خب باشه، تفاوتی نمیکنه برای مراقبه گر، تفاوتی نمیکنه که. اینم هم همینه، اگه یه وقت با استرس از تمرین اومدن بیرون چی؟ هیچی، هیچ اشکالی نداره. خب اینم یه تجربه است، متوجه شدین؟ یک مراقبه‌گر حقیقی هرگز منتظر چیزی نیست، فقط هست و به خود آگاه است. همین.